با درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC اسد زرین‌مهرم در خدمت شما و همچنین آقای دکتر ناصر عابدی وکیل رسمی در کانادا. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه را دارن می‌بینن. پیش از آغاز گفتگومون با آقای دکتر خدمت شما بینندگان گرامی عرض کنم که این برنامه فقط اطلاع رسانی. بنابراین اگر مشاوره حقوقی می‌خواید لطفاً با شماره تلفن هایی که پای صفحه تلویزیون میبینید با دفتر آقای دکتر تماس بگیرید که مشکلاتتون به امید خدا حل بشه. خب آقای دکتر حالتون خوبه؟ به امید خدا. متشکرم، لطف دارید. بله زنده باشید. شما خوب باشه، همکاران همه صحیح سالم باشه. بله دفعه پیش راجع به دادگاه ها صحبت میکردیم که داره از سپتامبر قراره که حضوری هم باشه، ولی مال اون به اصطلاح اینترنتی و یا تصویری هم به استثناست دیگه، یعنی میره به سمت اینکه موارد خاصی هن که به قضات این اجازه رو میدن به افراد که حضوری نیان بلکه از طریق سیستم اینترنتی بتونن با دادگاه تماس برقرار. وقتی مدارکی که شما تو همون چیز نشون میدین مثلا میرین توی اینترنتتون توی کامپیوترتون راحت همه اونا رو به عنوان سند قبول میکنن دیگه، اونام یا قبلا واسه شون فرستادی؟ قبلا برای شون سیستم حقوقی ما به این صورتی، خب یه سری داکیومنت ها رو باید فایل بکنیم به دادگاه. قبلا پیپر ورک بود، الان به جای که پیپر ورک باشه به عنوان دیجیتال داکیومنت اصطلاح. خب ما مثلا دیجیتالی هم سال هاست که دادگاه کانادایی روی این بحث بودن که یک روزی برن به سمت دیجیتال و خب خیلی لافرما و دستگاه قضایی راجع به این مطلب بحث داشت قبل از کووید، بهش میگفتن ای دیسکاوری که مهم بود که ببینیم چیه. کووید اومد کمک کرد که سرعت اینو از اون قطار مثلا 5 کیلومتر در ساعت انداختش به 90 کیلومتر در ساعت، سرعت زیادی داد که دادگاه خودشون رو تطبیق بدن، افراد خودشون تطبیق بدن و ما بدونیم به چه صورتی. خب ما خود دفتر من از امضای داکیومنت به صورت دیجیتالی خود داری میکردم، ولی با توجه که کووید پیش اومد خب تحصیلات رو بسه ما داشت و تونستیم تو این زمینه چیز کنیم، ولی این داکیومنت رو به صورت دیجیتالی فایل میکردیم با دادگاه، دادگاه بررسی میکرد، بعد کانفرم میکرد که فایل شده یا ریجکت شده. اگر هم ریجکت شده دلیل ریجکت شدنش رو بعد ما اعلام میکرد و طب از این جهت ما دوباره مدرک نگاه میکردیم که مثلا اگر مدرکی ریجکت شده دلیلش چی میتونه باشه. مثلا میگفتن که اینجا فرم برفرض به عنوان مثال عرض میکنم، اتفاقی نیفته ولی به عنوان مثال این فرم قدیمیه و نباید از فرم های سال 2022 مثلا بعد استفاده بشه، سال 2021 بعد استفاده بشه یا زمان بندی که دادگاه داره، بعد اون فرم عوض میکردیم و دوباره کار میکردیم. از این لحاظه که اون فرم ما تصدیق می‌کردیم به دادگاه ارائه می‌دیم، دادگاه قبول می‌کرد، تموم شد می‌رفت. یه موقع آفیسر دادگاه، مأمور دادگاه اشتباه کرده، فکر می‌کرد فرم رو نباید قبول کنه، بعد می‌بینیم که به این دلیل بعد این فرم قبول شد. من تعجب می‌کنم شما قبول نمی‌کنید، سریع قبول می‌کرد. یعنی می‌خوام بگم شرایط مختلف داره، ولی نحوه فایل کردن خب فرق کرده. میزان کاغذبازی کمتر شده. اینطوره؟ میزان کاغذبازی، میزان کاغذ فایل کردن با دادگاه کمتر شده، ولی آماردی اون کاغذه که باید باشه که شما بسیار بخونیم از روش، بخونیم از روش، بهش استناد کنیم، ریفر بکنیم، خط به خط بگیم. در ضمنم در بعضی از دادگاه‌هایی که من حضور پیدا کردم متوجه شدم که قضات هم مایلن که چاپ بکنن مدرکو که جلوشون باشه که رو سند که میخوان چیز کنن یادداشت بذاره. یعنی مسئله کاملا نمیشه گفتش که پیپرلس شد، چون باید امضا بشه یا گاهی امضا رو میشه دیجیتالی کرد، ولی خود قاضی مثل قضات که مثلا همسن من هستن یه عادتهای خاصی دارن، مثلا مایلن که رو خود سند یه چیزی رو یادداشت کنن، رو داکیومنت یادداشت کنن، یه در حاشیه در حاشیه است یه نوتی بذارن.
به یکی از قضات میگم که من تمام اینا رو من تقریبا میشه گفتم ماه جون دادگاهی داشتم، دو تا موشن بود در یه روز در یه ساعت به عنوان لانگ موشن بعد چیز میشد. از قاضی پروندهم پرسنش بالاتر از من بود و وقتی صحبت میگم گفت من همه اینا رو باید چاپ کرده باشم که بتونم دقیق با دقت بررسی بکنم و بتونم نظرم بدم. فقط تو اون پرونده تقریبا 6 تا افیدیویت فایل شده بود، دو تا نوتس آف موشن چاپ شده بود، دو تا فکتوم بود، یعنی عملا یه انقدی باید چاپ میشد. چندین صفحه؟ به دلیل اینکه دو تا موشن بود، دو تا موشن کنار هم بود و باید قاضی دو تا موشن رو با هم بررسی میکرد. خود ما با دو تا کلاسه بزرگ پرونده رفت. چند صفحه میشه همونجا که نشون میدی؟ حداقل نزدیک 1200 دلار صفحه. عجب، چنین فرصتی واسه خوندن هست؟ باید باشه. قضات ما خب قضات قوی هستن، علاوه میزان هوش سواد سرعت خوندن قطعا بالاست. ببینید ما داریم راجع به رشته حقوق صحبت میکنیم. رشته حقوق معمولا در کشورهای مختلف با افراد باید از قشر باهوش باشن که وارد این رشته بشن و وقتی که به درجه وکالت اقدام میکنن، مثلا قضاوت و وکالت اقدام میکنن، باید امتحانات سختی رو پاس بکنن، یعنی پتانسیل خیلی قوی داشته باشن که بتونن بخونن، سریع تحلیل کنن، جواب بدن و چیز کنن. مثل رشته پزشکی میمونه، هر کسی نمیتونه پزشک بشه، هر کسی نمیتونه وکیل بشه، هر کسی نمیتونه حسابدار قسم خورده باشه، هر کسی نمیتونه مثلا دکترای فیزیک بگیره، بلکه افراد هم نادری هستن که مثلا دکترای فیزیک میگیرن نسبت به کل جمعیت بشری، که نشون میده که بعد از هوش و استعداد خاصه. قضات ما همینه، قضات باید بهش چیز میکنه. خب من پرونده خیلی زیادی رو هم داده بودم، مدارک خیلی زیاد بود و تازه این یه بخشش بود که من میگم هزار خورده‌ای بود. اینو باید در نظر بگیم در عصر اینترنت هزار خورده‌ایه. در قبل از کووید ما باید یه چیزایی رو چاپ میکردیم به نام بوک آف اتوریتی. بوک آف اتوریتی کیس لاست و هر کیس میتونه بین 15 تا 100 صفحه باشه و برای قاضی کیس لا رو باید چاپ میکردیم که معمولا بعضی موقع با بوک اتوریتی من تقریبا 700 صفحه 600 صفحه داکیومنت بود. بعد اونجایی میگودیم این کیس مطرح شده، تو این کیس این قضات این بحث رو مطرح کردن و به این نتیجه رسیدن که قاضی رو تشویق کنی که چیز بشه. خب توی پرونده که من داده بودم اگر بخوایم بگیم قاضی چند صفحه رو بخواد 1200 صفحه نبود، بلکه بوک آف اتوریتی من یه چیز حدود 900 صفحه میشد، بوک آف اتوریتی وکیل مقابلم همین بود، اونها هم کیس های زیادی رو مطرح کرده بودن و قاضی باید اونها رو هم یه نگاهی میکرد که با توجه به اینکه بعضی از کیس ها لازم الاجرا بود برای قاضی پرونده که حتما اجراش بکنه و فالو بکنه و تصمیمی که داده نباید مغایره با دادگاه بالاتر باشه. خب یه سری رو اونها رو ما آورده بودیم، باید میخون و استنادات ما رو چک که آیا ما استنادمون درسته، تحلیلمون درسته یا نه. یعنی میخوام بگم که ما برای خودمون یه فکتومی نوشته بودیم، یه مموراندومی بود، لیگل مموراندومی بود که این فکتوم توی دادگاه بخواست مطرح بشه خب نظرات ما رو پیش برده بود. وکیل مقابل هم یه همچین تحلیل رو بعد دوتا رو تحلیل کرد، یعنی بعد قضات وقتی به یه نتیجه گیری میرسن، نمیگم به نتیجه درست یا غلط میرسن، ولی میخوام از هوش بالایی باید برخوردار باشه، تحلیل بکنه، تمام اینا رو بخونه، حالا به تصمیم برسه. حالا ممکنه من کسی که به صلاح پرونده رو مطرح کردم ممکنه با اون نظر قاضی موافق باشم یا مخالف باشه، ولی مهم اینه که تمام اینا خونده بشه. برای ما قشر قضاتمون در دادگاه کانادایی قشر باهوشی هستند، زحمت کشیدن، تحصیل کردن، سالها در مقام قضاوت وکالت بودن، بالای 10 سال وکالت، بعد در دادگاه های عالی، من راجع به آنتاریو کورت آف جاستیس و سوپریر کورت آف جاستیس صحبت میکنم، در این دو تا دادگاه ها باید اپوینت بشن، به تبع میبایستی که قدرت تحلیل خوبی داشته باشن نسبت به پرونده که بتونن به عنوان یک جاج نظر بدم و اون نظر بتونه زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار بده. از این لحاظه که قضات باید وارد باشن بخونن و پیپر ما تو مسئله قضایی زیاده و
ولی عصر دیجیتال خب کمش کرده این مقدار زیادی، ولی خب نه اینکه از بین بردتش. بله همونطور که شما گفتید آقای دکتر، باید این قاضی هم به اصطلاح مقررات کانادا رو بدونه و همین که گاهی هم پیش میاد که باید قوانین خارج از کانادا رو مثل همین نفقه و مهریه و اون چیزا هم یه آگاهی اطلاعاتی داشته باشه، اینطور نیست؟ مسلمه. ببینید در قسمت حقوق خانواده که من انجام میدم، بعضی موقع الان مسئله مهریه رو ما داریم. مهریه در قوانین کانادا به عنوان اصل قانونی مطرح نبوده، بلکه به عنوان یک عنصر خارجی تحت عنوان قرارداد وارد سیستم ما شده. که اون قاضی آگاهی داره دیگه نسبت به این که عنصر خارجی اومده تو کار؟ مسلمه، به دلیلی که مدت ها مسئله مهریه به عنوان یه چیز جانبی بود و هر دادگاه برای خودش یه کاری انجام میداد. تا آخر سر در سال 2015-16 بود که اولین کیس، یک کیس هایی که من داشتم روش اپیل شد، به دادگاه اپیل مطرح شد. تو اون پرونده ما حکم مهر رو گرفته بودیم و تحت شرایطی که فکر میکردیم مهر باید اجرا بشه با قوانین بخونه اونجور تفسیرمون رو دادیم و قاضی او گرفته بودیم. اپیل که شد در دادگاه اپیل رب مسئله مهر، دادگاه اپیل الزام آورش کرد و گفت باید تمام دادگاه ها مسئله مهر رو بررسی کنن و به عنوان قرارداد معتبر مطرح شد و طبق قرارداد معتبر لازم اجرا شد که مهر باید پرداخت شد تحت شرایط خاصی. اینو آقای دکتر که این مطلب رو ما چندین بار روش بحث کردیم، همه دادگاه ها میفرستن اینو این... ببینید بحث مهریه همونطوری که در برنامه قبلی گفتیم، حالا شاید رو برنامه به دیگه بعد اینو مطرح بکنیم، مسئله مهریه در پرونده فردی به نام بخشی مطرح شد. پرونده بخشی در دادگاه ترایلش که من حاضر شدم حکم مهریه رو ما گرفتیم و خب بر اساس حکم مهریه حکم رفت و طرف مقابل ما حکم رو اپیل کرد در کیس بخشی. پرونده بخشی در دادگاه اپیل که مطرح شد، بخشی برد پرونده رو که مسئله مهریه، اونا معتقدن که مهریه نباید مطرح بشه به عنوان چیز عنصر مذهبیه، لازم اجرانی شرایط قوانین کانادا رو نداره، که دادگاه اپیل بر اساس قوانینی که در کانادا بود مطرح کرد که مسئله مهریه بر اساس قوانین کشور دیگه ممکن تنظیم شده، ولی چون قرار داده و دو طرف پای یک قراردادی رو امضا کردن لازم اجراست، تحت شرایطی مهریه باید پرداخت بشه به خانم و آقا ملزمه که مهریه رو پرداخت کنه. حالا میگم بحث مهریه بحث پیچیده‌ایه و زمان زیادی میبره ازش، ولی از اون مقطع که چیز بوده، چون دادگاه اپیل آنتاریو که بالاترین دادگاه آنتاریوست نظر داده، نظر دادگاه اپیل برای دادگاه های آنتاریو لازم الاجراست و به طبع هر موقع که جلو قاضی میریم در سال مثلا 2014 وقتی جلوی قاضی میادیم به قاضی خیلی راحت میگم من به مهریه اعتقاد ندارم، اصلا راجبش صحبت نکنید، پرونده از نظر من مطرح نیست و به نظر من بشینید ستل کنید این مسئله مهریه رو، هم بین خودتون یه جوری حلش کنید در استان آنتاریو. اقتصاد این نظر رو میدونم و ما تابع قوانی میدیم. در آخرین دادگاهی که من داشتم، محاکمه که داشتم در سال فکر کنم 2017 بود اگه اشتباه نکنم، پرونده بخشی رو مطرح کردم در سوپریر کورت آف جاستیس. اونجا قاضی رو راضی کردم که مهریه پرداخت شد و قاضی حکم داد و رو اون مطلب ما حکم مهریه رو گرفتم. طرف مقابل خوشبختانه اعتراض کرد به رأی صادره و چرا میگم خوشبختانه؟ بدنی که بازم اگر ایشون اعتراض نمیکرد مسئله مهریه امروز بود که بازم ما یه دادگاهی میتونست نظر بده، مثبت یه نظر بده منفیه. خوشبختانه اعتراض کرد به حکم و در دادگاه اپیل که دادگاه اپیل پرونده رو بررسی کرد، سه تا قاضی بودن که پرونده رو بررسی کردن و اونجا نظر دادن که مهریه پرداختش لازم اجراست و تحت شرایطش هم مطرح کردم و بر اساس اون از نظر دادگاه اپیل باید پرداخت شه.
نظری که دادگاه اپیل میده در استان آنتاریو برای تمام دادگاه دیگه لازم اجراست. یعنی یه قاضی دیگه نمیتونه بگه من مهریه رو حکم نمیدم، باید حکم بده به شرطی که شرط رو میت بکنه، شرایطی که در دادگاه اپیل داده شده و شرایطی که دادگاه مطرح کرده، گفت اگه این شرایط اجرا بشه مهریه پرداخت باید بشه. و بحثی که ما مطرح داشتیم کردیم هم همین بود که امروز وقتی دادگاه میریم دیگه نیاز نداریم که قاضی بگه که مهریه رو باید بدی یا ندی، ببینم چیکار میتونم بکنم، اگر شرایطو میت بکنی لازم اجراست، چون سابقهش هست و اون همون اولیش. ببینید اینجوری وقتی دادگاه عالی حکم میده برای دادگاه های پایین حکم قانون رو اجرا میکنه. یعنی قاضی بدعت میذاره دیگه. بدعت نیست، حالا اسمش رو شاید شما بدعت که به صورت بدعت نیست، به دلیل اینکه قانونه. بدعت نیست، بدعت چیز بده. این بدعت نیست به زبان فارسی. بدعت یعنی که کار خلافی رو ما به عنوان از قبول میکنیم بره جلو. نه نه نه، همچین چیزی نیست. دادگاه عالی وقتی که میاد مثلا در استان آنتاریو دادگاه اپیل در سطح کانادا سوپریم کورت آف کانادا وقتی که نظر میده، نظرش برای تمام استان ها لازم اجراست، برای دادگاهی که تر تمام پایین استان ها هستن لازمه، همینجور تا رده های پایین و هیچ که همه باید خودشو تطبیق بدن. و وقتی که اون حکم میاد قانون های مجلس هم میگن این قانون باید فسخ شده است، این قانون، یعنی همه اینا تغییر میکنه. دادگاه اپیل آنتاریو به همین صورته، وقتی میاد برای سوپریر کورت آف جاستیس الزام آوره، برای آنتاریو کورت آف جاستیس لازم آوره. اگر تو این مطلب ما دادگاه های استانی داشته باشیم که در نوعی ارتباط با این نوع احکام داشته باشه، برای اونها هم لازم اجراست. لذا وقتی که دادگاه اپیل آنتاریو مسئله حکم بخشی رو مطرح کرد و دادگاه اپیل حکم بخشی رو تایید کرد، البته من وکیل اپیل بخشی نبودم بلکه یکی از همکاران تعیین شده بود در دادگاه اپیل، بخشی تایید شد، مهرش تایید شد و بر اساس اون برای ما دادگاه بعدی لازم اجراست. برای وکلا حق موکله که بدونه که موکله اگه مهریه داره میتونه تحت شرایطی رو مهریهش حساب بکنه. من میگم سرآغازی شد برای پرونده های بعدی در همین راستا. در حال حاضر این قانون رو ما در استان آنتاریو داریم، در استان دیگه نداریم و اونها تابع قوانین خودشون هستن. ممکنه به استان آنتاریو مثلا مراجعه بکنم بگن که در آنتاریو چیز شد و قاضی اونجا هم بر اساس اون تصمیماتی بگیره؟ دقیقاً، معمولا وقتی که مسائل جانبی هست وکلای پرونده ها معمولا دادگاه های یا معمولی رو یا دادگاه عالی اون استان رو برای قضاتی که تا حالا پرونده های مشابه نداشتن مطرح میکنن که به استناد اونا که بهش میگیم تشویقی، قاضی رو تشویق میکنن، انکارج میکنن که آقا یه همچین ما تو استان خودمون این قانون نداریم و اینجا این مشکل تا حالا حل نشه به اولین باره، ولی در استان مثلا آنتاریو هست یا اگر در استان آنتاریو نیست آمریکایی‌ها، استرالیایی‌ها، انگلیسی‌ها در این مورد این نظرات مشاوره داده. یعنی ما در کیس های خودمون وقتی که چی باشه میتونیم به کامن لا استناد کنیم و کشور انگلستان، استرالیا و همچنین آمریکا کشورهایی هستن که کامن لا محسوب میشن و میتونیم از اونها استفاده بکنیم تو پرونده هامون که بگیم آره این رأی وجود داره و متوجه به این رأی مایلیم که اگه میشه قاضی هم اون پرونده ها رو ملاحظه کنه. بله، خیلی ممنون از اطلاعاتی که دادید. متاسفانه وقتمون تموم شده، با سپاس از اطلاعاتی که دادید. ممنون. با تشکر از شما آقای زریمه و همچنین متشکر از بچه های اتاق فرمان که برنامه رو دارن ملاحظه کنن و با تشکر از بینندگان محترم تلویزیون که تا به حال این برنامه رو نشستن و دارن تماشا میکنن. امیدوارم که مفید واقع شده باشه. حتما همینطوره. بس بنابراین اگر سوالی داشتید میتونید با شماره تلفن‌هایی که پای صفحه تلویزیون می‌بینید با دفتر آقای دکتر عابدی تماس بگیرید تا مشکلاتتون حل بشه. با امید خدا از اینکه بیننده ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خداحافظ.